با درود فراوان به بینندگان عزیز، برنامه امروز را آغاز میکنیم با گزارشی از خانم شادی امین. شادی امین متولد دیماه سال 1342، فمینیست و فعال برابری جنسیتی مقیم آلمان است. او مدیر 4 سازمان غیرانتفاعی به نامهای شش رنگ، عدالت برای ایران، عدالت برای همه و عدالت در عمل در انگلستان است. شادی امین از سال 1997 فعالیت خود را بر مسائل زنان و همجنسگرایان زن متمرکز کرد. ده‌ها مقاله و سخنرانی حاصل سالها فعالیت او در این حوزه است. در سال 1997 در یکی از اولین جلسات عمومی مربوط به وضعیت همجنسگرایان در جامعه ایرانی خارج از کشور در برلین به عنوان همجنسگرایی و برخورد ایرانیان با آن سخنرانی کرد و به این ترتیب فعالیت خود در حوزه حقوق همجنسگرایان در جامعه ایرانی را به صورت علنی آغاز کرد. وی هماکنون به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان شش رنگ، شبکه لزبیان‌ها و ترنسجندرهای ایرانی و همینطور یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران فعالیت می‌کند. به این گفتگو لطفاً توجه بفرمایید. بینندگان عزیز، امروز در کنار خانم شادی امین هستیم. روبروی هاوس در کلتور اند ولت. این هاوس در کلتور اند ولت خودش یک ماجرایی هستش که خانم شادی امین الان براتون صحبت میکنه. خانم شادی امین، حضور شما در شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور بسیار زیاده. تو رادیوها صحبت میکنین، فیسبوکتون خیلی توش مینویسین، پخش میکنین، همه خبرها رو این طرف اون طرف هستین، تو کشور آلمان، تو اروپا میگردین، آمریکا، انگلیس، همه جا میگردین و ما شما رو بیشتر تو این رادیو و تلویزیون ها میبینیم تا اینکه تا شهر ما بیاین. البته شهر برلین یک شهری هستش که همیشه ایشون تشریف آوردن، مثل اینکه شهر دوم شما در آلمان باشه. اول مثل اینکه فرانکفورت، بعدش آلمانه. بعدش دقیقا. در کنار این هاوس در کلتور اند ولت که هستیم، خانم شادی امینم خب امروز اومدیم برای جریان دیگه ای، صحبت دیگه ای، ولی خانم شادی امین خیلی تعجب کردن که چرا من توی خیابون میام و چرا اومدم اینجا. یک مرتبه گفتن که من بدنم یک جوری داره میلرزه، ولی خب در هر صورت ایشون آوردن بعد از سالها دو مرتبه. اون جریاناتی که سال 2000 بود، اپریل 2000 بود، دو مرتبه این ماجرا دو مرتبه به یادشون اومد و هم خوشحالن هم ناراحت هستن. ولی خب در درجه اول میخواستم به شما خوش آمد بگم. به برلین تشریف آوردین، ما میخواستیم درباره کتابتون صحبت بکنیم، ولی لطفاً به من بگین چه احساسی دارین اونجا. من اول سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و همه دوستان عزیزی در برلین که منو میشناسن، چه به اسم چه حضوری، و دوستان عزیزی که سالها افتخار دوستیشون رو تو این شهر داشتم. خیلی ممنونم از این که امروز آقای پاسدار میبینین در واقع همه جوره یقه منو درست کردن اینا. ولی آوردن به اینجا آقای پاسدار، واقعیت اینه که منو درست گفتین، من بهتون گفتم یه حس خاصی دارم. در واقع برگشتیم به بخشی از تاریخ اپوزیسیون خارج از کشور در وهله اول و به عنوان یک امر شخصی به بخشی از تاریخ خود من که فهم میکنم هر کی اسم شادی امینو میشناسه به نوعی پیوند میزنتش با کنفرانس برلین در سال 2000 که به شکل من آغازگر اون اعتراضات یا کسی بودم که پاشدم و تقاضای یک دقیقه سکوت کردم. ولی شاید خیلی سال لازم بود تا ما اینجا بیسیم و بتونیم سر این موضوع شاید با یه خنده تلخ ولی حرف بزنیم سرش. شاید خیلی سال لازم بود، این همه سال، بیش از نزدیک به 15 سال لازم بود تا حقایق این کنفرانس برای بسیاری روشن بشه و من بتونم امروز به نوعی با افتخار بیستم و بگم که بله، ما اون روز اعتراضی که کردیم به یک سیاست دولتی بود و هدفی که داشتیم میتونیم ازش دفاع بکنیم، علی‌رغم اینکه ممکنه اینجا و اونجا به بسیاری از برخوردها چه از سوی خودمون چه از سوی برگزار کننده ها نقد داشته باشیم. ولی خب با عینک امروز به 15 سال پیش نگاه کردن ساده است. در اون روزها روزهای تلخی بود برای خیلی از ماها، روزهای سختی بود، اما رویارویی که من با آقای اشکوری داشتم، آقای پاسدار، حدود 6-7 ماه قبل و پخش شد از رسانه ها،
در واقع اون نقطه‌ای بود که من آرزو داشتم بهش برسم. بعد از 15 سال. بعد از 15 سال. و خوشبختانه این شانس رو داشتم که با یکی از کسانی که در اون کنفرانس در واقع آسیب دیده بود، زندان رفته بود، حکم اعدام براش صادر شده بود، خلع لباس شده بود به عنوان یک روحانی، بشینیم روبروی هم و خیلی جاها به توافق برسیم و به توافق به این معنی که حق اعتراض رو به رسمیت بشناسیم. برای همین اومدن امروز من جلوی این ساختمون درست در جایی که پلیس منو بیرون از سالن زد و راهی بیمارستان شدم و خیلی از این حقایق اون روز نگفته شد، نشاید جایی برای گفته شدن داشت. امروز خوشبختانه بحث میشه سرش، خوبه که بحث میشه و خوبه که ما نگاه بکنیم به این حرکات و برای آیندهمون، برای فعالیت‌های آیندهمون ازش درس بگیریم. و من خودم شخصا درس‌های زیادی گرفتم و البته در همینجا بگم برای دوستانی که احیانا امید دارن من چیزی بگم در پشیمانی از این داستان، بگم که امروز درسی که من گرفتم اینه که اگر امروز مجددا کنفرانسی شبیه کنفرانس برلین برگزار بشه، قطعا اگر همون کار رو بکنیم اما کار رسانه‌ای وسیع‌تری روش می‌کنیم، یعنی توضیح به مردم چرا این کار رو میکنیم، چرا باید اون کار رو بکنیم. ما از این توضیح غافل شدیم و امروز خوشحالم که با شما که اون موقع یادم هستش که گزارش های مفصلی راجع به کنفرانس برلین ارائه دادین و تلاشتون همین بود که حداقل امکان یک طرفه نباشه و خیلی از رسانه هایی که اما این تلاش رو نکردن و صدای ما خفه شد. من برشک امروز اینجا ایستادم و دارم حاصل کار دیگه ای رو که فاصله گرفتیم، مقطعی بوده گذشته، کارهای بسیاری توی این 14 سال خود من کردم، شما شاهدش بودین، خود شما کردین، همه ما برشک زندگی کردیم، فعالیت کردیم و نگاه هامون به خیلی چیزا طبیعتا رشد کرده، تغییر کرده و در واقع میتونم بگم که شما منو امروز توی این برلینگردی گردوندنتون برگردوندین به یه تاریخ، از رفتن جلوی مرکز پذیرش پناهندگان که من به واقع رفتم توی مرز پاکستان تو لحظاتی و دوره خروج خودم و خیلی برام سخت بود، نمیتونستم قضاوت کنم راجع به این آدم ها دیگه و فهم کنم پشت هر کدوم از این چهره ها روایت و داستان های خوابیده که ما نمیشناسیم و چقدر سخت قضاوت کردن راجع به آدم ها. و امروز اینجا آوردین دوباره، شاید دقیقا وسط دوره تبعید من، دوره کنفرانس برلین، و امیدوارم که 15 سال دیگه اینجا نایستاده باشی. خانم شادی امین که امروز ایشون آوردم اینجا، قبلا برده بودم ایشون جلوی لاندسکیزون تایتون سوسیالس، جایی که پناهنده ها میرن، اول خودشون اونجا معرفی میکنن، بعد تقسیم میشن به برلین. خانم شادی خیلی تعجب کرده بودن که اینقدر پناهنده اونجا هستن. این جریان در حدود تقریبا الان 3-4 ماه هستش که هر روز در حدود تقریبا نزدیک به 1000 نفر اونجا میرن و تمام خواسته هاشون این هستش که در کشور آلمان بمونن و یک همکارای این لندسکیزون داتون سوسیالیست آدم های بسیار خوبی هستن، فعالیت های بسیار زیادی میکنن و جدن آلمانی های هستن که هیچ براشون فرق نمیکنه که اینها پناهنده هستن یا اینکه آلمانی هستن، همینطوری ازشون به حساب بهشون پذیرایی میدن. بله. ضمناً شما از آقای اشکیوری گفتین، من هم با آقای اشکیوری اینجا مصاحبه کردم در رابطه با کنفرانس برلین و ایشون مردی بسیار روشنفکری هستن. دوست داشتم که آخونده ما همشون همینطور روشنفکر می بودن مثل آقای اشکیوری. و ضمناً امروز هم که اومدیم اینجا بعد از 15 سال، شما میدونید که من توی آپریل 2000 سال 2000 تمام برنامه کنفرانس رو فیلم برداری کردم، بیشتر از 35 ساعت من فیلم دارم، هم از داخل این ساختمان هم از خارج، همین جایی که میبینین ایرانی ها واسطه بودن، همین جا اعتراض داشتن میکردن اینا و برنامه‌ای بودش که من خیلی چیزاش هنوز پخش نکردم و انشالله یه روزی پخش خواهم کرد. ولی یک چیز جالبی که توی آرشیو خودم دیدم، چون آرشیو ما آرشیو بسیار بزرگی هستش، کنفرانس بعد از کنفرانس بود. توی این کنفرانس بعد از کنفرانس تمام بچه‌هایی که در این برنامه شرکت داشتن جلوی همدیگه نشسته بودن و در رابطه با حرکتی که توی این کنفرانس داشتن با همدیگه بحث و صحبت می‌کردن و حرف می‌زدن که چرا این اتفاق افتاد، چرا ما این کارو کردیم و چرا این کارو نکردیم، چرا با این صحبت کردیم چرا نکردیم و چرا پلیس این برنامه رو با ما ریخت و چه اصلا جریان چه بود. این کنفرانس بعد از کنفرانس رو
دوست دارم که یک موقعی با شما خانم شادی امین بشینیم تماشا بکنیم و این برنامه رو پخش بکنیم، چون برنامه‌ای بسیار زیبایی داریم از اون زمان و دوست دارم که این برنامه حتما پخش بشه تا سالهایی که من هستم، چون این آرشیو باید یه جوری توی برلین به دست بچه‌های دیگه هم برسن. ضمن ما امروز اینجا اومدیم درباره خانم شادی امین و کتابی که نوشتن در رابطه با رونمایی از جنسیت در بی بی سی ایشون داشتن و ما امروز توی برلین می‌خواستیم ببینیم در این رابطه ایشون صحبت بکنم. من این کتاب رو اول نشون میدم برای کسایی که احیانا جایی می‌بینن و علاقمند در تهیه بکنن. اسم کتاب هست جنسیت ایکس و حاصل، اگه بخواین همینجوری من اشاره بکنم، حاصل 3 سال کار تحقیق من و بخشی از همکارانم هست که نزدیک به 600 صفحه است، نزدیک که نه 602 صفحه در اومده و حاصل مصاحبه با بیش از 105 نفر از همجنسگرایان و ترانسجندرهایی هستش که چه در ایران زندگی میکنن. من بگم واژه ترانسجندر رو که استفاده میکنم، آقای پاسا به درستی گفتن فراجنسیتی ها هستن و همجنسگرایان، که تمرکز ما روی زنان همجنسگرا بوده و البته با دوستان گی هم مصاحبه هایی داشتیم و تلاش کردیم که در واقع به این موضوع جواب بدیم که چطور اینا زندگی میکنن و چه فشارهایی تو جامعه ایران برشون هست. آیا این فشارها فقط از لحاظ قانون و دولتی هست یا اینکه نه، ما یک مشکل دیگه ای داریم تو سطح جامعه، مشکلات فرهنگی، مشکل خانواده ها، پذیرش این بچه ها توسط خانواده ها و دوستان و اطرافیان، چه موانعی رو توی پروسه رشد خودشون باش برخورد میکنن، به لحاظ تحصیل، بودن توی محیط های آموزشی، بعد از اون برای کاریابیشون، بعد برای ازدواج، بعد برای بسیاری مسائل دیگه، و چگونه اینا تو جامعه باشون برخورد میشه. و فکر کردیم که خیلی حیف هست که روایت بخشی از این جامعه که طبق آماری که وجود داره در سطح جهان، من به این آمار البته تکیه نمی کنم، اما به طور متوسط بین 4-7 تا 10% مردم گرایش جنسیشون متفاوت هست، یعنی به همجنسشون گرایش دارن، یا کسانی هستن که ترانسکشوال هستن، یعنی علاقمندن که در بدن دیگه زندگی بکنن، اگر زن هستن دوست ندارن زن باشن و دلشون میخواد که تغییر جنسیت بدن و تو بدن مردانه، و یا برعکس. خب این مسئله‌ای بودش که توی جامعه ایران همونطور که میدونین در واقع عملهای تغییر جنسیت بعد از فتوای آقای خمینی در سال 64 آزاد اعلام شده و این سوال برای ما بودش که چقدر آزادی عملهای تغییر جنسیت با ممنوعیت همجنسگرایی یک پارادوکسه، یک امر متناقضه، یا اینکه امریست به هم پیوسته. ما توی تحقیق خودمون در واقع نتیجه‌ای که گرفتیم این هستش که عملهای تغییر جنسیتی که در ایران صورت میگیره بسیار خارج از استانداردهای جهانی هست، چون این امر در برلین هست، در همه جای دنیا هست. به این معنی نیست که ما بگیم چرا در ایران هست و باید ممنوع بشه، به هیچ وجه. همیشه انسان‌های در هر جامعه خواهند بود که بخوان در بدن دیگه زندگی بکنن و این حق آدم هاست که این انتخاب رو بکنن. اما ضمناً از طرف دیگه به این برخوردیم که تشخیص این که کسی ترنس هست در ایران بسیار سطحی صورت میگیره، یعنی در واقع در جامعه روی دوالیسم یا دوگانگی جنسی زن یا مرد سوار شده و تعریف این زن و مرد هم زن و مرد دگر جنسگر است. به محض اینکه شما خانوادتون متوجه بشن که خارج از این حدود هستین و یا گرایش دارین به همجنس خودتون، شما را اگه وردارن خیلی خانواده روشنی باشن، ببرن پیش یک روانشناس و بخوان در واقع این مسئله رو دقیق‌تر درک بکنن، بعد اون روانشناس با اون آموزه‌هایی که توی ایران داره بلافاصله در اکثر موارد، در بیش از 90% موارد ما با این برخوردیم که در نگاه اول، در جلسه اول بهشون گفته میشه که شما ترنس هستین و عمل تغییر جنسیت رو به عنوان راه حل بهشون توصیه میکنه. این در واقع برای ما نشان از یک تحمیل انجام عملهای تغییر جنسیت بود. از سوی دیگه همونطور که میدونین در آلمان، در بسیاری از کشورها
مسئله گرفتن اوراق هویت شناسایی به غیر از جنسیت بیولوژیکی که شما باهاش به دنیا اومدین ممکن هست، بدون اینکه شما لازم باشه که عملهای در واقع استریلیزاسیون یا عقیم سازی رو انجام بدین. این امری هستش که مورد اعتراض ماست و ما معتقدیم که هم میبایستی برای پذیرش این بچه‌ها توی خانواده تلاش بشه، توی جامعه تلاش بشه، حقوقشون برای پیدا کردن کار و انتخاباشون به رسمیت شناخته بشه و قوانینی که همجنسگرایی رو جرم انگاری میکنه، براش مجازات تعیین میکنه، تلاش میکنیم که لغو بشه و به این ترتیب شاید بتونن کسایی که فقط همجنسگرا هستن و ضرورتی به عملهای تغییر جنسیت براشون نیست بتونن زندگی بکنن. و ما توی این کتاب، من فقط اشاره وار بگم، به نقش مذهب، نقش خشونت‌های خانوادگی، نقش خشونت‌های اجتماعی، نقش نیروی انتظامی، نقش نهادهای بهداشتی و در واقع نهادهایی مثل وزارت بهداری و غیره، به همه اینا برخورد کردیم. نقش حجاب اجباری برای بسیاری از بچه‌هایی که به اصطلاح تیپ پسرونه دارن و غیره، و سعی کردیم به این روایات بپردازیم و نذاریم که تاریخ این بچه‌ها و رنجی که می‌کشن ناگفته بمونه. این کتاب رو از کجا میتونم تهیه بکنم؟ کتاب رو ما حتما در اختیار دوستان آرشیو برلین قرار خواهیم داد. کتاب تازه، خیلی تازه از تنور در اومده است و حدود 2 هفته است که از چاپخونه بیرون اومده و میتونن آنلاین هم اگه کسی علاقمند هستش از سایت ما، سایت شیشرنگ.org بره و تهیه کنه، یا بزنن جنسیت ایکس، نسخه پی دی افش قابل دسترسی هست. برای ما بسیار مهم بوده که عده هرچی بیشتری بتونن دسترسی داشته باشن به این کتاب. در این حال حتما در اختیار دوستان شهر قرار خواهیم داد در برنامه‌هایی که اینجا برگزار میشه برای فروش ارائه خواهد شد. قیمتش چقدره؟ قیمتش 20 یورو هست. بله بله. ببینم اگر در ایران خواسته باشن این کتاب رو تهیه بکنن، آیا امکان داره از طریق اینترنت رو؟ بله، ما تعداد بسیار زیادی در واقع دانلود یا پیاده کردن اینترنتی داشتیم در همون هفته‌های اول. بسیاری از بچه‌ها تو ایران خوندن، نقدشون رو نوشتن برای ما یا سوالاتشون رو مطرح کردن. خوشبختانه به قول یکی از دوستان میگفت این شانس بزرگیه که کتاب آدم خونده بشه، و من از این شانس برخوردار بودم که در همون هفته اول بسیاری می نوشتن. صفحه 120 هم، صفحه 250 هستم. در طرف خود بچهای کامیونیتی، جامعه اقلیت‌های جنسی، بسیار استقبال شده از کتاب. من از همینجا از خانم شادی امین تشکر می کنم به خاطر فعالیت‌های بسیار زیادی ایشون. من اصلا تعجب موندم و امیدوارم که همیشه صحیح سالم بمونن، که همه جا هستن، توی تمام تلویزیون‌ها، رادیوها و همه جا مسافرت می‌کنن و اینقدر فعالیتی می‌کنن. چقدر وقت کردن که کتابی هم بنویسن و تهیه بکنن. ازتون تشکر می‌کنم که تشریف آوردین به برلین. امیدوارم که با دست پر از برلین برین. البته خاطر کلتور هم فراموش نکنیم. خیلی ممنون از شما که توجه کردین به این موضوع و امیدوارم که با دست پر بار دیگه در خدمتتون باشیم. مرسی. کاملا منو سورپرایز کردین. بینندگان عزیز، به گزارش این هفته ما از برلین توجه بفرمایید. امروز در اشتگلیست در بولوارد هستیم. اینجا تجمعی انجام گرفته، اعضای مؤسسه بلیندس هیلسبرگ در اینجا هستند. این شرکت که مؤسسه بیش از 130 سال سابقه کار داره، تصمیم گرفته که کارکنان بخش انتشاراتی خودش رو اخراج بکنه. در همین رابطه با خانم جولیانا، یکی از کسانی که در بخش انتشاراتی مؤسسه کار میکنند، گفتگویی داریم. سلام عرض میکنم خدمت. سلام علیکم. برای چی اینجا شما جمع شدیم؟ ما اینجا جمع شدیم برای اینکه قسمت انتشاراتی بلیندن هیلسویک که من جزء مسئول چاپ روزنامه هستم، روزنامه برای نابینایان که در سراسر آلمان فقط تنها ما هستیم که این روزنامه به خط بریل به خط نابینایان چاپ میشه، به خاطر اینکه نمیتونن دیگه هزینه شو به پردازن، قرار تعطیل بشه. شما دورهای خاص دیدید شما و همکاراتون برای این کار؟ بله، دورهای خاص یکی از شرایطش اینه که آدم باید خط بریل بتونه و با کامپیوتر کار میکنه. بله، برای باید کامپیوتر خیلی وارد باشه و خط بریل خونده باشه. با توجه به این دوره هایی که شما دیدید، تصور میکنید شانس برابری دارید با افرادی که این دوره ها رو دیدن اما شرایط خاص شما رو ندارن؟ تصور میکنید شرایط برابری دارید برای برای ما نابینایان همه جا در حال حاضر خیلی شانس کمی هستش.
شما این جزوات، حالا کتابهایی که چاپ میکنید، در اختیار چه کسانی قرار میدید؟ ما در اختیار حدوداً در کل آلمان حدود 500 تا آبونن داریم. بله. که اونا همه نابینا هستن، در سنای مختلف از جوون تا پیر، که بدون اینکه وابسته آدمای دیگه باشن خودشون میتونن برنامه های تلویزیونی رو دنبال بکنن، بدونن چه روزی چه ساعتی چه برنامه پخش میشه. با توجه به اینکه فقط همین نشریه هست، فقط همین مؤسسه هست که این نشریات رو توزیع میکنه، اگر این توزیع متوقف بشه، نشریات متوقف بشه، این افراد دسترسی دارن جای دیگه بتونن این چیزها رو تهیه کنن؟ متاسفانه به این طرحی که ما صادر میکنیم نه. بهشون پیشنهاد شده از طریق اینترنت یا از طریق تلفن، که آبونه های ما همه زنگ زدن و اعتراض کردن که خیلی سخته، به خصوص مال تلفن. اینترنت ما همه جا آدم با خودش نداره، ولی این کتاب و این دفترچه رو میتونن همه جا با خودشون ببرن، میتونن تو قطار بشینن بخونن، میتونن تو هواپیما بشینن بخونن، ولی اینترنتشون رو نمیتونن همه جا با خودشون ببرن، یا تلفنشون رو نمیتونن همه جا با خودشون داشته باشن، یا انقدر واضح صحبت بکنه. یه صدای کامپیوتریه که به شنونده ها توضیح میده چه برنامه‌ای هست. این شرکت آیا کمک مالی از دولتی یا از نهادهای دولتی دریافت میکنه؟ نه، ما تمام هزینه‌مون از طریق اهداس، شپند. کسی که این جا رو تأسیس کرده گویا الان بازنشسته شده، فرد جدید تصمیم به این کار گرفته. بله، اونی که تأسیس کرده متاسفانه 12 سال پیش بازنشست شد، که خودشون هم نابینا بود. الان رئیس ما یه خانم بیناییه. با توجه به اینکه جامعه آلمان، فرهنگ مردم آلمان، فرهنگ مطالعه است و این افراد در همه فرصت‌ها استفاده می‌کنن تا بتونن چیزی رو بخونن، این خیلی عجیب به نظر میرسه و به نظر من ظلم مضاعفی است که یک عده‌ای رو که تعلیم و دوره دیده هستن از کار برکنار کنن، این عده جای دیگه در شرایط برابر نمیتونن چنین کاری رو پیدا کنن و افرادی که مخاطبین هستن نمیتونن چنین آثاری رو دوباره پیدا بکنن و این فرصت رو از دست میدن. امیدوارم که این تجمع شما به نتیجه برسه. خیلی ممنون. Das Problem ist, dass wir hier demonstrieren wegen der Abschaffung einer Fernsehzeitschrift. Das ist die einzige Fernsehzeitung für blinde Menschen, wo blinde Menschen die Möglichkeit haben zu schauen, was im Fernsehen gesendet wird. Und das in Blindenschrift. Und das ist die einzige Zeitung, die momentan auf dem Markt existiert. Und diese Zeitung soll abgeschafft werden. Und deswegen gehen wir hier auf die Straße, um Solidarität zu zeigen, um zu sagen, wir möchten nicht, dass diese Zeitung abgeschafft wird. Sie haben über 500 Abonnementen. Was machen diese Leute, wenn diese Zeitung nicht, sagen wir, gedruckt wird? Eventuell kann der ein oder andere vielleicht das Internet nutzen, aber es sind viele dabei, die auch etwas älter sind, die vielleicht mit der Technik des Internets nicht mehr so zurechtkommen und die ja, sind dann darauf angewiesen, dass ihnen vielleicht jemand anders die Zeitung vorliest. Also sprich, sie müssen zu sehenden Nachbarn, Freunden, Bekannten gehen. Es entfällt einfach ein Stück Unabhängigkeit. Sie können nicht mehr selbstständig lesen, was im Fernsehen kommt, welche Sendungen kommen im Fernsehen, was sie gerne anschauen möchten. Und dagegen möchten wir uns hier richten und dagegen gehen wir auf die Straße. Was passiert mit Ihren Mitarbeitern oder diese Personen, die entlassen werden? Naja, die sind erstmal sich selbst überlassen. Es sind jetzt schon einige Kündigungen ausgesprochen worden und die müssen halt sich einen neuen Job suchen. Oder viel U-Bahn fahren. Gibt ja so viele. Und sich das Geld dann zusammen verdienen. Naja, also sie werden einfach im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen gelassen. Also selbst da gibt es keine soziale Auffangmöglichkeit, dass gesagt wird, wir helfen euch, einen neuen Job zu finden, sondern die ja, sind sich selbst überlassen. افتتاح تیس فود با
بزرگترین فروشگاه مواد غذایی ایرانی، پاکستانی، هندی، افغانی، آفریقایی و عربی در مرکز شهر برلین. آدرس: تست فود، آلت موابید، شماره 74 در 10555 برلین. شهرهای کلن، دورتموند و فرودگاه کلنبون آلمان، بزرگترین آژانس مسافرتی ایرانی در سراسر اروپا. ایروپلان با مدیریت مدبرانه کامران خطیبی و همکاری همایون به همراه مسئولان فارسی زبان و بین المللی ارائه دهنده عالی ترین سرویس برای سفر بر هر نقطه جهان. هارتنگشوله بزرگترین آموزشگاه خصوصی زبان خارجی در برلین، با بیش از 40 سال فعالیت درخشان و آموزش به بیش از 100,000 نفر علاقمند به فراگیری زبان. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus der Mongolei. Ich lerne an der Hartnackschule Deutsch. Hartnackschule Berlin, واقع در ماتشستراسه شماره 5 در 10777 برلین منطقه شونبرگ در نزدیکی اوبانهوف نولندورف پلاتس. این بیست رستوران الردا با انواع لذیذترین کباب‌های ایرانی، جوجه کباب، کوبیده، برگ، سلطانی، غذاهای خوشمزه لبنانی و غذای ویژه هفته با بهترین و مرغوب‌ترین کیفیت آماده پذیرایی از شما عزیزان است. قبول سفارشات برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما با قیمت‌های بسیار مناسب. آدرس: الردا، هوتنشتراسه شماره 69 در 10553 برلین. شماره تلفن 03-391-11-19. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با تشکر از همکارانم و با درود فراوان به شما بیننده عزیز، تا برنامه دیگر شاد و خوش و تندرست باشید.